به نام خداوند مهربان. قصه های کرونا شماره 6. داستان هایی از هرات، غور، بادغیس، فراه و نیمروز. این داستان کرایه ملا. آن روز هم مثل هر روز زندگی در خانه جریان داشت که در بازه تک در شد. از زمانی که کرونا آمده بود یک ماه می شد همه در قرنطینه بودیم و مکتب ها بسته بود. هر کدام ما در خانه به یک کاری خودمان را سرگرم کرد. پدرم بعد از این که تست کروناش مثبت شد خندش هم بالا زد و از درد پایش می نالید. تازه از شبخانه کوید 19 رخصت شده بود و به خانه آمده بود. سرگرمیش همین بود که با روغن زیتون و گاه تیل پشت سر هم پایش را چرب میکرد. خانه همیشه بوی روغن میداد. لحظه به لحظه سرفه میکرد. سرفه های خشک و آزاردهنده که وقت شروع میشد ادامه میاد. بعد روی تختش دراز میافتاد و به چوب دستیش که حکم عصا را برایش داشت محکم چنگ می‌زد. در این حال به لبه تختش تکیه داده نفس نفس می‌زد. مادرم آن طرف پشت ماشین خیاطیش چیزی می‌گفت. ماشین هر دم نخباره می‌کرد و مادرم می‌زد بر سر ماشین و می‌گفت خواب بم سر مال لیلا. بعد قاب آن را بالا می‌زد، ماسورش را در می‌آورد، نخ پاره را می‌کشید، دوباره نخ می‌کرد و باز شروع میکرد. گرر. چند وقتی میشد که لوحه نیز روی دروازه نصب کرده بود و روی آن نوشته بود دوخت انواع لباس های زنانه و طفلانه. من تازه صنف چهارم را تمام کرده بودم. میگفتن درس ها اینترنتی شده، برای اینکه پس نمانیم درس ها را در خانه میخوانیم. آن روز هم وقت دروازه تک تک شد، همراه سفر که صنف پنجم بود روی کتاب های من دراز کشیده و لغات انگلیسی را از بر می کرد. او با انگلیسی می پرسید و من به فارسی جواب می دادم. اپل 3، بریت 9، دروازه 2. سفر می گفت نه، می گم دروازه، گفتم 2. دروازه باز تک تک شد. سفر با اشاره به بیرون دوباره گفت، گفتم دروازه، تک تک دروازه بده در واکو. هر وقت که دروازه خانه تک تک می شد مادرم یکی از ما را صدا می کرد تا دروازه را باز. سفر همیشه با من حواله می کرد و مطمئن نیم اگر کسی کوچکتر از من در خانه بود حتما هم من به او حواله می کرد. دویدم طرف دروازه صدا کردم. کیه؟ صداست پشت دروازه گفت پول ملا. شناختم کیست. اسرائیل بود. پیرمردی که از این ماه به آن ماه خانه به خانه در می‌زد، 50 افغانی پول ماهانه ملا را از اهالی محل جمع می‌کرد. بیشتر از همه قدش کوتاه که شبیه به شخصیت‌های ترسناک کارتونی. مایه تعجب و گاه خنده هم می‌شد. چشمان سرخ و خون‌آلودش از همه وحشتناک‌تر. به همین خاطر سفر نام او را اسرائیل گذاشته بود. سر همین موضوع چند دفعه مادرم به مادر ذکر داده بود. هیچ وقت کسی را به خاطر قیافه و مسخره نکرد. پیرمرد در عین حال صورت گرد و چاقی داشت که وقتی میخندید قیافش حالت کودکانه و دوست داشتنی به خود میگرد. دستار سبز دور سرش میبست. شالی را دور گردنش میانداخت. هم پیشکار ملا بود، هم خادم مسجد. دوباره صدا کردم. پول ملا؟ مادرم گفت اسرائیل. با خودش خندید و ادامه داد. خدای تو با. چند دفعه خودم به خاطر هم اسرائیل گفتم سر از اینا قهر شدم. حال باز خود میگم اسرائیل. مادرم رو به پدر نگاه کرد. پدرم جیب هایش را گشت و گفت پیشمت که به نظرم پول نیه. تو نداری 50 روپیه بدی؟ مادرم شروع کرد به جستجو داخل جیب ها و کشوی میز خیاطیش. در همون حال که میگشت گفت من از کجا داشته باشم؟ یک 50 بود دیشب دادم نان آوردم. پدرم روی به من اشاره کرد به جالباسی. کیسه های کت مرا به پال ببینیه. دست کردم به جیب های پدرم. یکی یکی آشغال های داخل جیبش را در آورده بین کاغذ ها و کارت های گوناگون. دنبال 50، 20 یا 100 می گشتم.
داخل آن همه کاغذ و خرت و پرت، تنها چیزی که نبود پول بود. آخرش از ما بین یکی از کاغذها یک دور پیگی پیدا شد. پدرم در این حال منتظر نشسته بود. ما تو ناامید به من نگاه کرد. چوب دستیش را از کمر گرفته بود. گوی با تکیه بر آن میخواست بیستد. با دست دیگرش خودش نیز بین جیب های پیراهنش را میبارید. دروازه باز تک تک کرد. مادر به پدر گفت. زود شد دیگه است یا نه؟ برادرم از طرف گفت. اشته باز شلعم است و تک تک میزنم. مادرم گفت. تا پینجایی را نگیره نمیره. پدرم جواب داد. نه ندارم. اگه می بود که به همون کیسه های ما می بود. نیه دیگه. مادرم خندید و گفت. چه رقب بشانسیه. این ملا که هر وقت می آیه ما پول نداریم. ملا ایتا خوشگروزی. سفر با خنده گفت. ما پول نداریم. ملا خوشگروزیه. همه خندیدیم. همراه ما پدرم نیز زهر خندید. مادرم گفت. نمی فهمم. یک روز نشد اسرائیل بیایه ما پول داشته باشیم. او دفعه که خوب شد وقتی آمد ننه گل افروز اینجا بود. از او بیچاره گرفتم داد. باز هم خدا را شکر کمی مشتری های خیاطی میارم. بالاخره ای جایی رو میگیرم. پدرم رو به من گفت. تو نداری؟ آفرین بچم. قرض بودی باز من میدونم. سفر خندید و با نو شیطنت گفت. باز میده. هر دو خندیدیم. مادرم خطاب به پدر گفت. حتی پیش اینا هم اعتبار خورد بستادی. هر سه خندیدیم. پدر دست پاچه به ما نگاه کرد. قطرات عرق روی پیشانیش تاول زده بود. دروازه باز تک تک شد. پدرم رو به من گفت. برو. از قلق خوب ده. باز من دو برابر یور میدم. تو پنجایی بده من صدی میدم به تو. سفر باز خندید و گفت. همون تا که از مرد دادم. خخخ. رو به من گفت. انی از من تجربه بگیر که با همه حساب ها اگه حساب کنیم تا حال چند تا صدی گرفت. هر دو با مادر خندیدیم. پدرم رو به سفر چنان نگاه کرد که خنده و مزاح لبش خشکید. بعد رو به من کرد. برو از قلق خوبیدی. تو مردک معطله. باز من میدونم. انی قول. دستش را زد به سینه روی قلبش. با دست دیگر عرقهای پیشانیش را که حالا راه افتاد بود پاک کرد. و شروع به سرفه کرد. دل نادل بودم که بده هم یانه. یک لگزه نگاه هم روی پدرم افتاد. رنگ صورتش پریده بود. نگاه هم که به نگاهش خورد چشمانش بسان برقی مرا گرفت. بی اختیار از جا خجستم. پیش از این مادرم چند دفعه به ما گفته بود. هیجان و استرس داری پیری شما خوب نیه. خدا نکرده با سری و حمله نه. دویدم طرف الماری. قلقم راست کنار کتاب هایم برداشتم. چند دفعه تکان دادم که با شیرین شیرینگ سکه های داخلش سکوت شکست. و فضای خانه کمی جان گرفت. در این فاصله سفر از آشپزخانه چاقوی آورد و با هم قلق را پاره کرد. از داخل قلق سکه های پنجی دویی و یک روپگی ریخت و روی فرش. همه سکه هایی بودند که من و برادرم از پول های روزانه جیبی من که مادرم برای مکتب می داد داخل آن می انداخت. روزانه وقتی می رفتیم می‌رفتیم 5 روپای من و 1 پنجی سفر برای خوردنی می گرد. از این پول ها گاهی دو روپیه شای احمد و اسکریم می خریدیم و بیشتر آن را داخل قلق می انداخت. گاهی هم با پدرم با هم 1 پنجی را می خوردیم و 5 باقی را داخل قلق می انداخت. پدرم دوباره سر جایش تکیه داد. چوب دستیش را زمین برداشت. در میان سرفه‌هاش به ما پرسید. ببین 50 میشه. باز من پول دستم رسید. 100 به تو پس میدم. باز دستش را زد به سینه. درست روی قلبش. ادامه حرفش در میان سرفه گم شد. سفر دوباره زد زیر خنده. اگر پول دستش رسید. رو به سفر گفتم. حالی خو قلق باره شده. مجبوریم بدیم. پولهای قلق را که شمردیم 32 روپی شد. رو به پدرم گفتم. 32 روپیه. پدرم گفت. او دوی باش از خود تو. او دهی را هم از کیسه ما گرفتی به روی بگذار. با دهی که از جیب پدرم پیدا کرده بودم شد 40. گفتم بازم خود در روپی کمه. در این هنگام مادرم از جایش برخاست. قرآن را از ساقشه گرفت. پاچه دور آن را باز کرده از داخل آن یک دهی برداشت. دهی را بین دو انگشتش بسان یک تیکه متبرک پیش کرد طرف ما. ای دهی را صدقه مانده بودم بین قرآن. ببر بیدی باز خدا مهربانه جای او را یک دهی دیگر نبود. دست روی دست آخرش 50 روپی جمع شد. 30 روپیش هم سکه بود. با تو تا
کناز در رو بگیر. وقتی رفتم پشت دروازه دیدم که پیرمرد خسته شده نشسته بود. رو به من گفت بالاخره جوشو پولهای خود داخل چا میکنین بگمانیم. با این کنایه از او بیشتر بدم آمد. پولها رو ریختم با مشتش و دروازه را محکم زدم. طوری که نیشخند پیرمرد پشت دروازه گم شد. هنوز محفظه داخل حویلی را تهی نکرده بودم که سر و صدای مادرم را شنیدم. وقتی وارد خانه شدم مادرم سر پدرم را گرفته بود روی دستش. سرفه های پدرم قطع شده بود. مادرم با زاری صدام زد. چی شده؟ از برای خدا دب زن. چی شد تو؟ با سلی میزد به صورتش. رنگ پدرم مثل دیوار صفی شده بود. مادرم با نرم رو به صفحه صدا کرد. بدو آب بیار بدو. صفحه دوید طرف آشپزخانه. پدر بی حرکت روی فرش دراز افتاده بود. پاها و دستهایش به دو طرفش. چشمانش رو به آسمان برق میزد. رنگ از صورتش رفته بود. لبخندش زیبا بود. لبانش لبخند ملیه داشت. مثل موقعی که خواب باشد. مادرم هرچه صدا میکرد جواب نمیداد. نفس نمیکشید. من تازه فهمیدم حمله‌ای که مادرم همیشه یاد میکرد آمده است. جیغ زدم. باز جیغ زدم. ایستاده کنار نعش پدر فقط جیغ میزدم. زندگی در خانه از جریان افتاده بود. و پدر رفته بود. این داستان کرایه ملا که به اتمام رسید. تا داستان دیگر خدا نگهدار.